سلام دوستان، اگه خاطرتون باشه تصاویری رو دیروز گذاشتم برای اینکه با هم مرور بکنیم که آیا گرافیک این دوتا بسته بندی خوب هست یا نه. خب البته که ایراد خاصی نداره، کارهای قشنگی هست و جذابیت خوبی داره توی قفسه های محصولات این چنینی، اما میخواستیم ببینیم که آیا میشه اینا رو بهتر کرد یا نه. حالا با هم مرور میکنیم بسته‌بندی جدیدی رو که استارباکس برای این ارائه کرده. در مورد این کافه موکا اینجا ببینید یک بسته‌بندی جدید ارائه شده که من میخوام نظر شما رو بدونم که آیا این بسته بندی قشنگ تره یا این. خب این در مورد این محصول، در مورد وانیلاتا، این هم این بسته بندی جدیدش هست. خب حالا میتونیم با هم مرور بکنیم کدوم یکی از اینا قشنگ تره، این یا این، و بین این دوتا کدوم. از نظر من الان این بسته‌بندی جدید به مراتب قشنگتر از بسته‌بندی قبلیش هست، اما میخوایم با هم مرور کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و چه تغییراتی ایجاد شده. اول اینکه این مسئله و تفاوتی که اینجا وجود داره، اگر پذیرفته باشید که بسته‌بندی جدید قشنگتر از قبلی هست، به این واقعیت میرسیم که بزرگ کردن حروف مثلا در اینجا و در اینجا جذابیت و چشمگیری خاصی رو ایجاد نمی کنه. گاهی وقتا میشه با کوچیک کردن اون توجهی رو که دنبالش هستیم رو ایجاد بکنیم و مشتری جلب بشه. خب حالا ببینیم چه تغییراتی اینها نسبت به هم کردن. حالا من این دوتا رو میارم جلو و اینا رو با هم مرور میکنیم. به طور کلی تمام کار جدید نسبت به قدیم کوچیک شده، از آن گرفته تا نوشته استارباکس تا عنوان محصول که وانیلا لاتست و بقیه اجزایی که زیر این قرار گرفته. حتی این فنجانی که هست، خب از این فنجان جدید بزرگتر هست. اما چه اتفاقی افتاده که این جذابتر شده؟ ما توی این مورد رو اگه با هم نگاه بکنیم و سایه روشنش رو من اینجوری تکون میدم که ببینید، یه قسمت های یووی موزه یه شکلی رو توی این کار کرده. کلن این روی قسمت لوگو، روی قسمت های این فنجان و نوشته ها، اینها اومده کار یووی رو انجام داده، یووی موضعی رو انجام داده. توی این هم به همین شکل، ببینید اینجا انجام شده، اینجا هم انجام شده، منتها فضایی که یعنی اون توجهی رو که این جلب میکنه این جلب نمیکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اومده از رنگ تیره استفاده کرده، رنگایی که مخصوص استارباکس هست، و این رنگ تیره که مات هم انتخاب شده خیلی خوب میتونه این قسمتهای براق رو نشون بده. خب پس این در واقع نوشته ها کوچیک شده، همه چیز اجزا کوچیک شده و از رنگ استفاده کرده بیشتر، یعنی فضای خالی بیشتری ایجاد کرده. شما الان توی این نمونه نگاه بکنید میبینید که فضاهای خالی که در واقع بیننده میتونه یه مقدار تمرکز بهتری بکنه و روی موضوع اصلی فوکوس کنه خیلی کم هست. تقریبا همه فضاها رو این پوشونده و هیچ تقدم تأخری هم ایجاد نکرده و فضای خالی خیلی کم هست. ولی شما در اینجا نگاه کنید ببینید فضای خالی مناسبی ایجاد کرده و این فضای خالی باعث میشه که
بیننده بتونه تمرکز کنه روی اجزای مختلف این نوشته های محصول و بهتر حتی اونها رو ببینه. استفاده از رنگ سفید در بکگراند تیره باعث خواناتر شدن عنوان محصول شده، در حالی که اینجا میبینید رنگی رو استفاده کرده که خیلی کنتراستی نداره با سفیدی، و اینها باعث به نظر من اینجا میتونه ضعف این قضیه باشه. چیز دیگه این که شما اینجا نوشته عنوان اصلی محصول رو در یک نظر خیلی واضح و خوب نمیبینید، یعنی به هر حال نوشته ها یه بخشش کنار رفته و خیلی واضح نیست، در حالی که اینجا شما هر جوری که نگاه بکنید به دلیل اینکه این کوچیکتر شده کاملا خواناست و مشخصه که محصول چی هست، حتی با وجودی که کوچیکتر شده، و حتی این نوشته های زیرش هم باز به همین ترتیب خانایی بیشتری داره. بنابراین در مجموع به دلایلی که گفته شد، حالا ما اصلا نظر چاپ و جلوه های ویژه بررسی خاصی نکردیم، هرچند که هر دو در واقع یک جنس هست و اینجا این از رنگ سفید هم استفاده کرده و خود این جنسی که اینجا استفاده شده جنس متالیک بوده و رنگ سفید استفاده شده که این سفیدی ها رو ایجاد بکنه برای مواردی که لازمه. اینجا هم همین کارو کرده، منتها اون از متالیک این در یه جاهای دیگه استفاده کرده، از یه خطوط اینجا استفاده کرده، زیر این استفاده کرده و موارد این چنینی. حالا اگر شما هم با من موافق هستید که این بسته‌بندی جدید بهتر از قبلی هست، لطفاً تایید کنید یا تکذیب کن یا بگید نه نیست و نظرتون رو بگید. ضمن اینکه آیا فکر میکنید که این بسته‌بندی جدید هم اشکالاتی داره یا نه؟ یعنی به نظر شما میتونست این بهتر بشه؟ این رو خودتون یه بررسی بکنید. من باز اینجا من نظر خودم رو میگم. به نظر من اگر این اتفاقهایی که میگم توی این بسته‌بندی جدید میافتاد، باز میتونست قشنگتر بشه. در این مورد هم نظرتون رو بگید. برای مثال اینکه این رنگ قهوه‌ای از این رنگ به نظرم جذابتره و میتونست این رنگ قهوه‌ای قدیم جایگزین این جدیده بشه. دوم اینکه در حاشیه این لوگو، این لوگوی استارباکس، به نظرم اگر یک دورخط سفید می اومد که این لوگو رو از بدنه جدا می کرد، از بک‌گراند جدا می کرد، باز روی این لوگو تأثیر بهتری می ذاشت و بهتر دیده می شد، در حالی که یه جاهایی در واقع لوگو تو دل بک‌گراند خب خیلی واضح و مشخص نیست، هرچند که خود لوگو چون سفیدی داره این قضیه رو یه مقداری پوشش میده، منتها اگر این سفیدی هم دور این داشت احتمالا بهتر میشد. مورد دیگه این که به نظرم این فنجان برای محصول مناسب تر از این یکی، شما الان رنگ این با رنگ خود محصول تناسب بیشتری داره، یعنی وقتی شما این محصول رو درست میکنید این رنگ بیشتر بهش میاد تا این رنگ، بنابراین شاید اگر این فنجان، این لیوان رو حذف میکرد و این رو جاش کار میکرد، به نظر من خیلی جذابتر و بهتر میشد. بقیه موارد خوبه، نوشته ها خوبه، خود اینجا که نوشته پرمیوم، حالا نوشته پرمیوم کهوه کارشمی، حالا به زبان ترکی هست، شاید اینم بهتر بود یه مقداری واضح تر بشه، هرچند که اگر مثلا سفیدش میکرد تو رنگ قهوه‌ای شاید این مقدار چشمو میگرفت و از اون موضوع دور میکرد، یعنی ما اینها رو کمتر میدیدیم تا این، شاید
کار بدی نکرده که نوشته ها رو یه مقدار همرنگ زمینه آورده، ولی خیلی باید دقت کرد که بعضی وقتا این همرنگ بودن باعث کامل محو شدن نوشته های محصول میشه. نظراتتون رو لطفا کامنت کنید که من در واقع بیشتر بدونم نظرهای شما رو و بتونم رو ویدیوهای بعدی در مورد مواردی که بیشتر مد نظرتون هست صحبت های مفصل تری داشته باشیم. ممنون، تا بعد.